اینجا شهری با قدمت چندین هزار ساله در شمال سوریه است. حلب. شهری که هر گوشه ای از آن فصلی از تاریخ و تمدن حاشیه رود فرات را بازگو می کند. بازار سرپوشیده در مرکز شهر حلب روایتگر قرنها تعامل و تقابل فرهنگی و سیاسی است که حالا پس از یک دهه جنگ و ویرانی زندگی به دالانهای آن بازگشته. این بازار در سال 2011 تخریب شد و سوخت. ما اجناس و زندگیمون رو اینجا گذاشتیم و مجبور به فرار شدیم. این بازار به مدت 10 سال غیر قابل استفاده باقی موند. وقتی اعلام کردن که قصد بازسازی بازار رو دارن، ما دوباره امیدوار شدیم. حلب که پر جمعیت ترین شهر سوریه پیش از آغاز جنگ داخلی بود، به یکی از میدانهای درگیری دولت و مخالفان تبدیل شد و در نهایت پیروز این نبرد دولت سوریه بود که توانست در زمستان سال 2020 آخرین مناطق تحت کنترل شورشیان در حومه غربی حلب را تصرف کند. در ادامه دولت بشار اسد با همکاری چندین سازمان غیر دولتی بازسازی ویرانه های شهر باستانی حلب را آغاز کرد. بازار تاریخی حلب که در روزهای اوج خود 15 هزار مغازه داشت، از 38 بازارچه تشکیل شده. کلن 144 باب مغازه است که 83% اونها آغاز به کار کردن و این رقم بسیار عالیه. الان هم ما در حال بازسازی دو بازارچه دیگه هستیم. احیای بازار حلب که قلب تپنده شهر است، زندگی را به اینجا بازگردانده. در بازار قدم میزنم و خدا رو شکر میکنم. امیدوارم روزهای آینده بهتر و بهتر هم بشه. حلب قدیمی برگشته. توی خیابونا و بازارای اون قدم میزنیم و مغازه‌دارا میگن خوش اومدید. ما به 12-13 سال پیش برگشتیم. در کنار بازسازی با سنگ و ملات، این ساکنان حلب هستند که زخم‌های عمیق این بازار را با اراده و امید برای بهبود زندگی بخیه می‌زنند. فریزیا ثابتی.